محمد صدیق اقانی از بزرگان قوم در ولسوالی علیشنگ است. او میگوید که در منطقه گوره دره علیشنگ و منطقه چکالک ولسوالی دولتشاه خانواده های شورشیان خارجی زندگی می کنند. به گفته او بیشتر این افراد از چچن هستند. سب به نامه چچنه بیشم دی نوری به سرای به خبر نبیه جا آیا کم کم جایدی کم کم جایدی مختلف امکان نیشه مختلف زایو نیدی او دا به حقیقت نیشه داخل وجلری موج جلری. برخی از باشندگان ولسوالی دولتشاه لغمان نیز میگویند که زنان این تندروان خارجی هم در این بخش ها با جنگ افزار گشت و گذار میکنند و گاه تمرین اسب سواری نیز میکنند. فعالیت ساغه نشتا خودتا بدا دا یک پل کورونی تیو دیگه اگه همین دیدیم پرات معلوم شیش ریزو که دیو سب آقا بلاری هم تا پیلان ری دیو او دور افغانستان دی نو دی جنگ میدان دی کرکت بازی دی جه هر چا سو کو که دولت تا ورزی وی تا آقا خدی و آقا ایغا تا ورزی دا خدی و طول الله خدی نور پتن لگی رو دا. مقام های محلی در لغمان میگویند که شورشیان خارجی در آنجا در بخش آموزش های نظامی به طالبان کمک می کنند. مشت چه که معلومات رسیدلی دی دقا اکثریت ده علیشنگ و علینگار و ولسوالی پا جنو درو که دی در روزنگ پا توگه ده جنو گواندو هیوادون و سیدون که ورسره دی چه دوی تا ترینینگ ورکی کم هیوادون دی؟ مختلف هیوادون دی او تمویل کون که تربل هرچا معلومه ده کاملا دا حقیقت ده پا علینگار کم وجود لری دولش علیشنگ کم خارجیت باوی چی دوی تا تعلیمات ورکوی. طالبان وجود شورشیان خارجی را در صفوفشان رد کردند و میگویند که به آموزش ها از سوی شورشیان خارجی نیاز ندارند.